جذاب روی نیمکت دو تیم میتونه گوخیز هم میکنه. کروش ملکی هم اونجا منتظر توپ هست در اون محوطه جرم خطرناک توی دست توپو برمیگردونه زبه سر کریمی. مهداد محمدی هم پشت توپ جا میذاره. این ضربه باز هم به دیوار دفاعی برخورد میکنه. موقعیت هست. ببینیم از توپ چگونه استفاده میکنه و ضربه ای که وارد دروازه شد. گل برای تیم سپاهان در هشتمین دقیقه. زوباهن و استقلال. توپی که وارد دروازه شد یه بار دیگه دوستان محبت میکنه. آره این ضربه رو ببینیم. توپی که ارسال میشه و یزدانی به تیر دروازه و اخوی که توپ انگار مستقیم وارد دروازه شده بود. ببینیم سانت اول کی انجام داد. اگر امکان داره یه بار دیگه ما ببینیم دوستان همون اختار بگیره. باز همونجا نصحتی اعتراض در اون محوطه جرمه. موقعیت هست و این ضربه که ابراهیمی میزنه توپ بیرون میره. خود عزت‌الله پورغاز دورخیز زیاد به درون محوطه جریمه و ملکی یه لحظه توپ رو مشت میکنه. سجاد شهبازاده میخواست ضربه بزنه. ببینیم از این توپ این بار چگونه استفاده میکنن. این توپی که فرستاده میشه خطرناک هست و توی دروازه. این هم گل. گل دوم ساسان انصاری بود فکر کنم اگر تصویرش رو ببینیم. پوریان تو سر توپ میزنه با پای چپ و ساسان انصاری با این که پشت به دروازه بود با روی پا میچرخه و توپ رو به قعر دروازه می... یکی از گلای زیبای تا او هم پاش به گلزنی باز بشه. ایرانپوریان در کارهای تهاجمی خیلی خوب داره شرکت میکنه. یه حرکت دیگه. موقعیت هست و چقدر دفاع باز و از هم گسسته است. پرسپولیس در بازی همزمان یه گل به فولاد زده. بازی تراکتور نیمه اولش اون ساعت 8 شروع شده. یکی چه به سود نساجی. یه ارسال دیگه و این هم گل سوم. و این هم گل سوم. در حالی که داشتیم نتایج رو مرور میکردیم سپاهان گل سوم رو هم میزنه و باز هم ساسان انصاری. بفرمایید این توپی که فرستاده میشه یه حرکت دیگه به درون محوطه جریمه. این پاس رو به جلو و توپی که توسط انصاری باز هم صاحبه در واقع وارد دروازه میشه. این میلاد محمدی در نقش سازنده گل. و انصاری اگه این توپو گل نمیکرد چی کار میکرد؟ منتظریم تا معقولی ضربه رو بزنه و او این گونه به توپ ضربه میزنه و نیازمند با یه شیجه خوب توپ رو تمام ضربات بلند و سر رو میزنه. خوبم میزنه. پورغاز رو به عقب. یه بار دیگه کیروش استنلی آفساید هم نیست. حالا محمدی ببینیم چی کار میکنه و اینم گل چهارم. سپاهان توسط محمدی گل چهارم رو میزنه. سپیدو صفر سپاهان چهار. دیگه چیکار میکرد محمدی؟ این توپو گل نمیکرد چیکار باید میکرد؟ تک به تک شد. کیروش استنلی خیلی خوب کار کرد. از روی توپ رد شد. محمدی هم از پشت دفاع اومد و خودش رو تک به تک کرد و گل چهارم هم به ثمر رسید. چون و خدا دادم داره جواب تماشاچی ها رو میده. چجوری داره خدا داد بخواد بازی بعدی رو اینجا باز تو ورزشگاه رو نیمکت بشینه؟ مگه میشه از الان رابطه یه خدا داد و تماشاچی اینجوری بشه؟ تماشاچی هم دارن رو بله دیده دیده. اینجا و این اتفاقاتی که تو رشت افتاده امروز خیلی نوبر بود. یه شوت از زاهدور و توپی که بی‌حاصل و کیانی تعادل خوش را دست میده. کریمی یه پاس بسیار خوب پشت محوطه جریمه. این ضربه ارسال کوتاه تو انصاری. ارسال در محوطه جریمه. یک ضربه سر و توی دروازه. سجاد شهباز زاده گل پنجم رو میزنه. همچین بازی رو ندیده بود. ارسال رو ملاحظه بفرمایید و اینم ضربه سر از شهباز زاده و تمام بازیکن سپیدو دوستان همین الان بازی تموم بشه. اینم از یه زاویه دیگه قشنگ اومد بین دو سه مدافع پرید. 21 کریمی پاس پشت مدافعین آفساید هم نیست. ببینیم چه اتفاقی میفته. یه ضربه و توپی که به هر طریقی که است تبدیل به گل ششم نمیشه. چرا خوب منطقه بازی رو عوض میکنه برای انصاری در اون محوطه جریمه. محمدی و سامکن و توپی که وارد دروازه شد یا نه میشه اما با خطا. محمدی کارت زرد میگیره.
محمدی کارت زرد میگیره. این همون صحنه ای که اخطار میگیره. محمدی گادوین منشا گل دوم پرسپولیس رو زد در نقطه محوطه جریمه. این ضربه سر و توی دروازه. این بار دیگه ایران پوریان گل میزنه و گل ششم هم به ثمر میرسه. اینجا اصفهان نیست، اینجا رشته که تماشاگرای سپیدرو دارن سپاهانی ها رو تشویق میکنن. سپیدرو 0 سپاهان 6. بخشین نازمی اگر سرش پایین نباشه و این حال روزش نباشه چی کار کنه؟ به حال او بومیه، میدونه که این شکست یعنی چی. فردا چش تو چش همین هواداره. و این هم ایران پوریان که توپ رو خیلی راحت وارد دروازه کرد. نمیدونم حالا من بگم امیدوار باشیم، کمک میکنیم به این تیم. به حال خوب نبود برای سپیدودی ها. در نوبت جریمه ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن. موقعیت هست برای قرمز پوشان، تعادل خوش از دست میده و الان پنالتی. و حالا سپیدود میتونه اندکی، فقط اندکی از غم شکست رو کم بکنه. ضربه رو بزنه ابراهیمی، دورخیزم میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه. سپیدود 1 سپاهان 6 و نیازمند نمیتونه کلین شیت بکنه. از اون برم تیم 6 تا خورده بازوبند اصلا برای اون خوشیوم نبود. ملزم فرمایید تصویر آیسته رو. خودش وارد محوطه جریمه میخواد بشه. بازیکن بلند قامتی هم هست، یک تو بازیکن رو جا میذاره اما هیچ که حرکت نمیکنه. مهدوی یه لحظه هم تعادل خوش رو از دست داد. پاسکاری های تو امان. ملزم فرمایید اینجا حرکت که یه برخوردم انگار داشت بازیکن سپاهان با او. ببینیم خورسندی ها چگونه توپ میپسه. معقولیه که یه پاس تو در میده برای نصحتی، در از حرکت میکنه به سمت دروازه و توپش ارسال بدن. محبت جریمه خطرناک هست و توپی که